سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه امروز میخوایم با هم بریم سراغ آخرین اخبار داغ هالیوود قبل از هر چیزی به دنیای جذاب و پر از هواشی سلبریتی های سری میزنیم و آخرین اتفاقاتی که رخ داده رو با هم بررسی میکنیم ویل سمیت سلطان چکف های آبدار به عربستان میره تا مهمون ویژه باشه آماده باشین چون ویل سمیت به عنوان مهمون ویژه کنفرانس سینمای سعودی قرار حسابی به ترکونه. این رویداد از 9 تا 12 اکتبر در ریاض برگزار میشه و اسمیت هم تو روز افتتاحیه حضور داره. هدف کنفرانس اینه که بازیگرا، فیلمسازها و متخصصین سینما از سراسر دنیا رو دور هم جمع کنه تا درباره رشد و پیشرفت صنعت فیلم عربستان صحبت کنن. یه نکته جالب اینه که فیلم جدید اسمیت پسران بعد بران یا بمیر پرفروشترین فیلم تاریخ عربستان شده و حضور اون رو توی این رویداد حسابی هیجان انگیز کرده این کنفرانس نه تنها با حضور اسمیت بلکه با برگزاری بیش از سی پنل و کارگاه با حضور چهره های معروفی مثل جیم گیانوپولوس، آز فاکس و هلن هوهن از گلدن گلوب قرار هرچه بیشتر به توسعه صنعت سینما تو عربستان کمک کنه یه خبر دیگه از بازیگر جذاب دفتر خاطرات شاهزاده سه آنه هاتوی داریم این روزا خبرهای این دختر واقعا تمومی نداره. یه مصاحبه قدیمی آن از سال 2012 با یه خبرنگار نروژی به اسم کریستی فلا دوباره سر و صدا به پا کرده. توی اون مصاحبه برای فیلم بینوایان خبرنگار از هاتاوی خواسته بود که جواب سوالها رو به صورت آواز بده. چیزی که هیو جکمن و ادی ردمین هم همراهی کردند. ولی هاتوی خیلی خونسرد گفت خب من نمیخونم ولی اگه شما دوست دارین بخونین یه جورایی مصاحبه رو خونسا کرد حالا این ویدیو دوباره اومده بالا و هاتوی هم خبردار شده فلا بعدش گفت که آن از طریق نمایندش براش ایمیل بلند فرستاده و بابت اون مصاحبه عذرخواهی کرده توی ایمیل توضیح داده که اون موقع چی بهش گذشته و چرا اونطوری جواب داده فلا گفت که از این حرکت اون حسابی غافلگیر و خوشحال شده و هاتاوی حتی دعوتش کرده تا دفعه بعدی که فیلم داره دوباره باهاش مصاحبه کنه. حتما این بار هاتاوی نشون داد که حواسش به کارهاش هست و حتی بعد از سالها میتونه بابت یه لحظه ناخوشایند دست به عذرخواهی بزنه. دیدار دوباره ساندرا بولاک و کیانو ریوز در سالگرد فیلم سرعت سندرا بولاک و کیانو ریوز بالاخره بعد از سی سال دوباره کنار هم اومدن تا یاد و خاطره اسپید رو زنده کنن. این مراسم توی جشنواره بیاند فست برگزار شد و این دو ستاره حسابی از چالش‌ها و لحظه های هیجان انگیز فیلم گفتن. کیانو کلی با خنده گفت که میدونستند دارن یه چیز عجیب و غریب درست میکنن و ساندرا هم از شوخی دست بر نداشت و گفت تنها نگرانیش این بود که زنده از پشت فرمون اون اتوبوس بیرون بیاد. یان دیبونت کارگردان فیلم از رابطه فوقلاده این دو بازیگر تعریف کرد و گفت هیچ وقت به این اندازه به بازیگراش افتخار نکرده بود و البته در جواب اون سوال معروف درباره ساخت اسپید 3 کیانو با شوخی گفت شاید هالیوود جرأت این کارو نداشته باشه مراسم پر از حس و حال بود و همه توی سالن یه بازگشت به دهه 90 رو تجربه کردن نیکولاس پرایور بازیگر معروف تجارت پر مخاطره و سریال بورلی هیلز 92-10 درگذشت. در با کمال تأسف خبر آخر قسمت سلبریتی هامون را به مرگ نیکولاس پرایور بازیگر با استعداد و شناخته شده از فیلم ریسکی بیزنس و سریال بورلی هیلز 92-10 در سن 89 سالگی اختصاص میدیم. اون که توی فیلم ریسکی بیزنس نقش پدر تام کروز و در بیورلی هیلز 9210 نقش پدر شخصیت کاتلین رابرتسون رو بازی میکرد در اثر سرطان توی خونش توی کارولینای شمالی درگذشت. پرایور در طول نزدیک به هفتاد سال فعالیت هنری در فیلم ها و سریال های متعددی حضور داشت و تماشاگرها همواره از اجراهای جذاب و شوخ تبعیش لذت می بردن. اون نه تنها در دنیای سینما بلکه در تئاتر برادوی هم فعال بود و در آثاری مثل دمین اومن دو و لس دن زیرو نقشافرینی کرد اون یکی از چهره های محبوب و محترم هالیوود بود که فقدانش به شدت احساس میشه. خیلی خوب حالا وقتش از این دنیای پر از هاشیه یه سلبریتیا بیایم بیرون و یه سری هم به سالونای سینما بزنیم و ببینیم چه فیلمایی در انتظارمونه سیدنی سوینی و آماندا سیفری در فیلم خدمتکار قرار همکاری کنند. خبر داغ این که سیدنی سوینی و آماندا سیفری دارن برای یه تریلر هیجانانگیز به اسم The Housemaid دور هم جمع میشن. پول فیگ که بیشتر با فیلم های کمدی اکشنش مثل برایدز مید و سیمپل فیور شناخته میشه این بار به سراغ یه داستان دلهوره آور رفته این فیلم از روی رمان پرفروش فریدا مکفادن ساخته شده و داستان میلی با بازی سیدنی رو دنبال میکنه که به عنوان خدمتکار به خونه یه زوج ثروتمند نینا و اندرو میره اما اون خیلی زود میفهمه که این زوج رازهای تاریک و خطرناکی دارن قرارداد سیدنی رسما بسته شده و آماندا هم در مراحل نهایی مذاکره است تا نقش نینا رو بازی کنه. جالبه بدونین سیدنی سوینی از سریال ایفوریا و آماندا سیفرید از دد دروپ آوت به این پروژه اضافه شدن و هر دوشون به عنوان تهیه کننده اجرایی هم مشارکت دارن. تولید این پروژه توسط لاینز گیت در حال پیشرفته و هنوز تاریخ اکران دقیقی براش اعلام نشده. کریستوفر نولان با پروژه جدیدش به یونیورسال میاد. کریستوفر نولان داره دوباره با یونیورسال یه پروژه جدید میسازه و قرار مت دیمون هم توی اون نقش اصلی باشه. این فیلم رو برای 17 جولای 2026 آماده کردن و قرار حسابی به ترکونه. نولان بعد از موفقیت عظیم اوپنهایمر که هم تو گیشه قوقا کرد و هم چند تا اسکار برد، حسابی با یونیورسال رفیق شده و این همکاری رو میخواد ادامه بده. البته تا الان هیچ چیزی درباره داستان فیلم فاش نشده ولی میدونیم که نولان مثل همیشه هم نویسندگی و هم کارگردانی و خودش به عهده داره و البته همسرش اما توماس تهیه کننده ی پروژه است. قرار فیلم برداری از اوایل 2025 شروع بشه. پس طرفدارها بهتره برای یه بمب سینمایی دیگه آماده باشن. هیچی معلوم نیستا ولی قطعا نولان بازم با دست پر میاد که یه تجربه تصویری محشر برامون بسازه. نتفلیکس و دست درازی به یک شاهکار خب این یه خبر خیلی جذاب و عجیب و غریب از دنیای فیلم و سریال هاست نتفلیکس قرار بره سراغ یه شاهکار دیگه البته بعد از تجربه تحریف ارباب حلقه ها هرچند موفق باید بگم این دفعه رو خدا رحم کنه بله درست شنیدین دارن صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز رو به یه سریال تبدیل میکنن از اون داستانهای درام و حماسی که با سبک رئالیسم جادویی قشنگ آدم رو به مکندو میبره جایی که خونواده بوندیا توش با یه عالم بدبختی و اتفاقات عجیب و غریب دست و پنجه نرم میکنن حالا هیجان انگیزتر این که سریال کاملا توی کلمبیا فیلم برداری شده و قراره با همکاری خانواده مارکز و به زبون اسپانیایی اکران بشه فکر کن این داستان بینظیر که توی هر صفحش دنیای تازه است داره توی دنیای تصویر جون میگیره فصل اول قرار از 11 دسامبر روی نتفلیکس بیاد و قرار دو فصل باشه هر فصل با هشت قسمت که انگار اصلا کافی نیست اگه دوست دارین برین یه سفر جادویی به دنیای مارکز و ببینین چطور داستان خانواده بوندیا توی این دنیای تاریک و عجیب پیش میره حتما این سریال رو توی تقویم خودتون علامت بزنین. دست کم میتونیم مطمئن باشیم که با یکی از بهترین های نتفلیکس توی این سالها طرف هستیم. سوگلی دنیای DC داره کمکاری های دلغک رو جبران میکنه. DC این روزا یه آلمه پروژه روی میز داره ولی واقعا هنوز داره توی مسیر خودش آزمون و خطا میکنه. قسمت دوم جوکر با حضور واکین فینیکس و لیدی گاگا اونطور که انتظار میرفت موفقیت نداشت و نتونست خیلی نظرات مثبتی بگیره. از طرف دیگه سریال پنگوان که ادامه ای از دنیای بتمن ساخته مت ریورزه و کلین فارل توش نقش بازی میکنه حسابی داره به عنوان یه پروژه خوب جلو میره و فضای تاریک گاتهام رو عمیق تر میکنه جیمز گان و پیتر سفرن مدیران جدید دی سی ستودیوز تلاش دارن یه دنیای متصل سینمایی بسازن اما با توجه به استراتژی هایی که برای شخصیت های کلاسیکی مثل سوپرمن و بتمن ریختن معلومه که هنوز دنبال مسیر درست برای ساخت این دنیای بزرگن و طرفدارا هم منتظرن ببینن آیا این استودیو میتونه به موفقیت های بزرگی برسه یا نه آیا کریس پاین در سومین قسمت از دفتر خاطرات پرنسس بازی میکنه <applause> کریس پاین توی برنامه تاکشوی جیمی فالن به شایعات درباره ساخت دفترچه خاطرات پرنسس سه واکنش نشون داد و گفت که خودش هم چیز زیادی درباره فیلم نمیدونه. پاین با شوخی از طرفدارا خواست که مستقیما با دیزنی تماس بگیرند و به شوخی اضافه کرد که اولین بار خبر ساخت این دنباله رو از اینترنت شنیده. اون یادآوری کرد که چقدر هوادارها براش مهمند چون بیشتر از هر نقشی که بازی کرده درباره این فیلم ازش سوال کنند و انتظار دارند که دوباره در نقش نیکولاس دوورو برگرده همزمان آدل لیم کارگردان فیلم جوی راید به عنوان کارگردان قسمت جدید منصوب شده و انتظار میره که آنا هاتوی هم در نقش میا ترموپولیس به این دنباله برگرده هنوز جزئیات بیشتری از داستان یا تاریخ اکرانش اعلام نشده اما به نظر میرسه تیم پشت صحنه از جمله دبرا مارتین چیز هم به پروژه برگشتن و میخوان این فرنچایز دوست داشتنی رو دوباره به زندگی برگردونن. وقتی صدای پای ریچر میاد آماده کتککاری باشین. طرفدارهای ریچر آماده باشین که این سریال اکشن جنایی محبوب داره برای فصل چهارم تمدید میشه و قرار کلی هیجان جدید با خودش بیاره. آمازون پرایم ویدیو اعلام کرده که فصل سوم که بر اساس هفتمین کتاب از مجموعه جک ریچر به اسم پرسویدر ساخته میشه در سال 2025 منتشر میشه. تو فصل سوم ریچر با بازی آلن ریچسون باید بره مأموریت زیرزمینی تا یه خبرچینی رو که توسط دشمن قدیمیش به دام افتاده نجات بده. بازیگرایی مثل ماریا استن، آنتونی مایکل هال و سونیا کیسیدی هم توی این فصل حضور دارن. علاوه بر این، آمازون قراره یه اسپیناف از این سریال با محوریت شخصیت فرانسیس نیگلی، دوست و همکار ریچر با بازی ماریو استن بسازه. این اسپیناف داستان نیگلی رو دنبال میکنه که بعد از مرگ مشکوک یکی از دوستای قدیمیش به دنبال عدالت میره و به رازهای تاریکی میرسه که باید باهاشون دست و پنجه نرم کنه. پولفیگ فیگ به نقدهای تند جکپات پاسخ میده. اپل توی پادکست دینرز آن می یکم از نقدهای تند منتقدا به جک پات گلایه کرده و میگه تماشاگرا فیلم رو دوست داشتن ولی منتقدا انگار خیلی جدی گرفتن اون توضیح میده که هدفش از ساخت این فیلم فقط یه اکشن کمدی ساده و سرگرم کننده بوده نه تحلیل عمیق از وضعیت دنیا با خنده گفت الهامش از فیلم های جکی چان بوده و دلش میخواسته فقط مردم رو بخندونه به نظر میاد با وجود نمره پایین از منتقدا فیلمش همچنان طرفدارای خودش رو داره. خیلی خوب. حالا میخوایم یه سر به جدول فروش فیلم های مطرح توی سینما ها بزنیم. فیلم جوکر با وجود ضعفی که نسبت به قسمت قبلش نشون داده توی هفته اول اکرانش موفق شده 38 میلیون دلار فروش کنه و رتبه اول باکس آفیس رو به دست بیاره. فروش کلی فیلم تا الان 42 میلیون دلار بوده. فیلم روبات وحشی The Wild Robot که پدرو پاسکال هم یکی از صدا گزارش بوده تونسته با 19 میلیون فروش توی هفته دومش رتبه دو رو به دست بیاره که فروش کلی انیمیشن رو به 68 میلیون برسونه. قسمت دوم فیلم بیتل جوس با عنوان بیتل جوس بیتل جوس و بازی هنرپیشه دوست داشتنی سریال ونزدی جنا اورتگا تونست توی هفته پنجم فروشش 10 میلیون دلار بلیت بفروشه و رتبه سوم باکس آفیس رو به دست بیاره. کل فروش فیلم به 267 میلیون میرسه. انیمیشن تبدیل شوندگان یک، ترانسفورمرز وان، رتبه چهارم لیست رو با 54 دهم میلیون دلار به دست آورده که این عدد مقدار فروشش رو توی هفته سوم اکران به 48 میلیون میرسونه. فیلم تریلر ترسناک بد حرف نزن، سپیک نو ایویل، با فروش 2.8 میلیون دلاری توی هفته چهارم به رتبه پنجم رسید و فروش کلیش رو 33 میلیون دلار کرده. حالا بعد از اینکه درباره این, فیلم فیلم‌ها و مبالغ فروششون که پنج اول هستند صحبت کردیم، بریم سراغ پنج فیلم برتر بعدی باکس آفیس. به ترتیب سام و کلبی، افسانه‌های ماورا و طبیعه. سام and Colby: The Legends of the Paranormal. یک و دهم میلیون دلار فروش توی هفته اول اکرانش. De 3. یک و 6 دهم میلیون دلار توی هفته یازدهم اکران و 634 میلیون دلار کلی فیلم پرنده سفید Birد یک و 6 میلیون دلار توی هفته ی اول فروخت فیلم ماده د ساابنس هفته سوم اکرانش رو با 1 و میلیون دلار سپری کرد و فروش کلیش رو به 97 دهم میلیون دلار رسوند. و مگاپولیس با یک و یک دهم میلیون دلار فروش توی هفته دوم جایگاه دهم ده رو به دست آورد و در کل 6 و 8 دهم میلیون دلار فروش داشته. خیلی متشکرم به خاطر همراهی و حمایتتون. به انتهای ویدیو رسیدیم. مطمئناً میدونین که دنیای سینما با وجود انتقادات و چالش ها همیشه پر از هیجان و شگفتیه. از پروژه های جدید و جالب گرفته تا داستان های موفقیت و شکست. همه چیز اینجا در حال حرکته. تا ویدیوی بعدی از اخبار داغ سلبریتی ها سینما و سریال ها فعلا